أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله مولانا العظیم. ترجمه: و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند و نماز را برپا می کنند و زکات می دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می برند. آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد، که خداوند متعال جل جلاله توانا و حکیم است. و اما بعد، جهان را نعمت بهتر ز زن نیست، ز زن مربوع تر گل در چمن نیست. ده نعمت های گوناگون بی از زن، سر خانه طبیعت بی سخن نیست. در این محنت سرا ماهرتر از زن، رفی طبیب رفع اندوه و محن نیست. نبی فرمود چیزی جز زن و عدل، ز دنیای شما مطبوع من نیست. سخن بازی بگویم مرد بی زن، چراغش قابل افروختن نیست. نباشد عیش مردی را که زن نیست، جهان بی زن کم از بیت الحزن نیست. بیننده های عزیز، پدران، مادران، خواهران، برادران، جوانان و نوجوانان و اطفال نازنین دختر و پسر در هر کنج کنار دنیا و هر کنج کنار افغانستان که مرا ببینین، صمیمانه خدمت شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عرض میکنم. امیدوار هستم که جامعه صحت و سلامتی کامل جسمی و روحی در بر و در امورات زندگی خود موفق و کامگار باشین. خدا را شکرگزار هستم که در دومین روز سال 2022 میلادی بازم به توفیق الله مهربان مهمان خانه های شما عزیزای گرانمایه هستم. او کسای افغانای عزیز و همزبانای عزیزی که در کشورهای خارج زندگی دارن، خدمت هر کدام شما علیحدہ حلول سال نو میلادی را تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم که سال مملو از خوشی و موفقیت و سرفرازی در پیش رو داشته باشین و انشالله که قدم ای سال بالای کلی مردم افغانستان، تمام امت اسلام و تمام جهان بشریت نیک باشه و یک سال پر از صلح، امنیت و عدالت و برادری و برابری و پیشرفت و ترقی مادی و معنوی به همه ما شما میسر بگردانه. الله مهربان. شاعر بسیار زیبا میگه که عشق شوری در نهاد ما نهاد، عشق شوری در نهاد ما نهاد، جان ما در بطه سودا نهاد. گفتگویی در زبان ما فگن، جستجویی در درون ما نهاد. داستان دلبران آغاز کرد، آرزوی در دل شیدا نهاد. رمزی از اسرار باده کشف کرد، راز مستان جمله بر صحرا نهاد. قصه خوبان به نوع باز گفت، کاتش در پیر و در برنا نهاد. از خمستان جرعه بر خاک ریخت، جنبش در آدم و حوا نهاد. دم بدم در هر لباس رخ نمود، لحظه لحظه جای دیگر پا نهاد. چون نبود او را معین خانه، هر کجا جاوی جا دید رخت آنجا نهاد. چون نبود او را معین خانه، هر کجا جا دید رخت آنجا نهاد. بر مثال خیشتن حرف نوشت،
نام آن حرف آدم و حوا نهاد. حسن را بر دیده خود جلوه داد، منت بر عاشق شیدا نهاد. هم به چشم خود جمال خود بدید، هم به چشم خود جمال خود بدید. منت بر عاشق شیدا نهاد، هم به چشم خود جمال خود بدید. تهمت بر چشم نابینا نهاد. یک کرشمه کرد با خود آنچنانگ، فتنه در پیر و در برنا نهاد. بحر آشوب دل سوداییان، خال فتنه بر رخ زیبا نهاد. تا تماشای جمال خود کند، تا تماشای جمال خود کند. نور خود در دیده بینا نهاد. تا کمال علم او ظاهر شود، این همه اسرار بر صحرا نهاد. چون در آن غوغا عراقی را بدید، چون در آن غوغا عراقی را بدید. نام او سردفتر غوغا نهاد. با اینمی شعر زیبای شاعر معروف عراقی، کلام خود با شما هموطنای عزیز و همزبانای عزیز در آغازین سال 2022 میلادی که در روز دومش قرار داریم با شما عزیزا آغاز میکنم. امیدوار هستم که فلسفه خلقت حضرت آدم و حوا و در مجموع نسلش در روی زمینه که در این شعر بسیار زیبا حضرت عراقی تشریح کرده که خداوند میخواست که جهان بیافرینه، بنان انسان اشرف مخلوقات خلق کرد تا جمال و کمال از او را در مصنوعات پیدا بکنه. هموطنان عزیز، سال 2021 با همه تلخی های خود و دشواری های خود گذشت. ما شاهد حوادث هولناک و وحشتباری در افغانستان بودیم که هر کدام ما شما شاهد هستیم و نمیخوایم ما بیشتر از او بیشتر از بساب سر زخمهای شما نمک بپاشم. درس هایی که از این سال میتونیم بگیریم چی است و ملت افغانستان چرا به این فاجعه مبتلا شده؟ ما دمی شعور روزا شاهد مصاحبه های متنوع از زمامدارای پیشین افغانستان، غدارایی که ملت 34 میلیونی و بیشتر از 34 میلیونی را قربان اهداف سیاسی خود و سرای ناقابل خود کردن و خودشان پا به فرار همه امتیازات گرفتن و پا به فرار گذاشتن، مگر ملت در فاجعه بی سرنوشتی و بدبختی رها کردن. دمی امروز ما خواندم که وزیر دفاع پیشین افغانستان آقای محمدی میگه که از قصد فرار اشرف غنی چیزی خبر نداشت. چه قسم وزیر دفاع بودی که تو خبر نداشتی؟ حمدالله محب مشاور امنیت ملی آقای غنی که دقت همکاره نظام بود، او هم ادعا میکنه که با گروه اقانی قبل از امو روز سقوط کابل مذاکره داشته و او گفته که شما اول تسلیم شوین و بعد از اون ما مذاکره میکنیم. و او ادعا میکنه که اگر اشرف غنی خارج نمیشد اعدام میشد. به هر حال خود عبدالله محب و دار و دسته غنی رئیس جمهور پیشین هر کدامشان برای براءت خود و ای که امتیازات گرفتن و با امتیازات فرار کردن، مگر ملت در یک حالی از ابهام و بی سرنوشتی گذاشتن، خود براءت میدن و در چشم مردم خاک میپاشن. و از طرف دیگر مبصرین سیاسی یا نظامی هر کدامشان توجیهات مختلف از این فجایعی که فعلا در افغانستان اتفاق افتاده، از این تحولاتی که در افغانستان اتفاق افتاده، تبصره‌های مختلف میکنن. مگر من کمتر دیدم که کسایی پیدا شود که اونا از دیدگاه دینی امی واقعات ارزیابی بکنن و سبقها و درسهایی که از همچو حادثات نه تنها یک دفعه است که بلکه ملت افغانستان بار بار از عین سوراخ مسموم شدن. و قول حضرت سیدنا علی است که میگه که مرد مؤمن دوبار از یک ممر مسموم نمیشه، مگر ما بار بار چندین بار هم از طرف استعمار شرق و هم از طرف استعمار غرب گزیده شدیم و متاسفانه درس نگرفتیم. علت از اینمی چی است که ما از گذشته درس نمیگیریم و با مو حال ابهام و تاریکی ها روان هستیم؟ در این برنامه
مه میمان عزیز و ارجمند و همکار همیشگی خود جناب دکتر صاحب محمد شعیب یوسفزی با خود دارم که امیدوار هستم که از اونا بشنویم که اونا یک مبصر بسیار خوب سیاسی و نظامی و دینی و روحانی هستند. از اونا تقاضا میکنم که برداشت های خود که از دیدگاه قرآن امی تحولات بر ما چی درس های میتن و چی چیز باید یاد بگیریم و قرآن در این مورد چی میگه با ما صحبت میکنن. جناب دکتر صاحب محمد شعیب یوسف زای با برنامه اسلام زن و زندگی خوش آمدین و سال نو میلادی بر شما مبارک باد. خوش باشین، سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولتر از همه به شما عرض سلام است و از طریق شما به همه بینندگان محترم و هموطنان عزیز و در هر جایی که هستن ما عرض سلام دارم و ثانیاً تشکر از دعوت شما به برنامه و ما هم با استفاده از این فرصت از طریق برنامه شما و تمنیات خود و آرزوهای خود تبریکات خود به مناسبت حلول سال 2022 میلادی عرض میکنم و آرزو میبرم مثل شما و مثل سایر هموطنان عزیز خود که سال در پیش رو سال خوشبختی، سال سعادت، سال یک آرامش و امنیت سراسری و صلح و ثبات و ترقی و رفاه برای هموطنان ما باشه. ما تنها آرزو میبریم، تنها دعا میکنیم، اما هی همش مربوط میشه به لطف و کرم و مهربانی و حکمت خداوندی. چرا رحمت خداوند، فضل خداوند بعضی وقت رایگان است و موهوبی است و بعضی بر اساس اعمال و بر اساس کردار و گفتار و حالات بشر است. Okay. چنانچه خدای متعال در یکی از آیه های کریمه می فرماید که تا ای که انسان ها در نفس هایشان تغییر نبیارن، خداوند متعال در سرنوشت ذات تغییر نمیاره. این منصوب با فضل خدا و مهربانی های خدا و کرم خدا منصوب به حالات نفسی و نیات انسان ها کرده که ما با شما مطابق نیاتتان، مطابق حالات نفسیتان و یا کردارتان عمل میکنم. دیگه ما تنها آرزو میبریم و دعا میکنیم که خداوند متعال فضل و عنایت خود شامل حال ما بگردانه و پیش از او به ما توفیق عنایت بفرماید تا در نفسهای خود تغییر بیاریم، تا ما شایسته رحمت و فضل و کرم خداوند متعال شویم. واقعا شما در مقدمه تان گفتین که سالی که گذشت سالی بود بسیار مشکل، با تحولات بسیار ژرف و در عین حال فاجعه بار برای ملت ما. سالی بود که در او خونریزی بسیار زیاد بود در وطن ما. جوانای قوای امنیتی ما به شکل انفرادی و دست جمعی جام شهادت نوش میکردن و قربانی اهداف و آرزوها و به اصطلاح اغراض شومی حکومت و زماندارای فاسد میشدن. و نتیجه هم ما دیدیم که ضرب صفر شد و قربانی های از اونا و تکلیف های از اونا هم در گرمی و هم در سردی و در هم حالات ما دیدیم و او قربانی ها و جانفشانی ها و زحمات و او تلفات بالاخره نتیجهش صفر جمع صفر برای وطن ما بود. نه تنها که نتیجه نداشت بلکه ملت ما را در بحرانات و در فجایع و در مشکلات و در فقر و تنگدستی و در یک ذلت و رسوایی
بی سر نوشتیم. بله، خب هر حال شما مرا در این برنامه به خاطر عزیب دعوت کردین و لطف کردین که ما ای از بود دین و از بود روحانیت و از یا از بود معنویت سریع تغییرات و تحول در وطن ما رخ داد صحبت بکنیم. واقعا ما همیشه که میبینیم خود ای زماندارا و دولت مردارا که میکنن یا اینا اظهار رای میکنن به این ارتباط، او تنها کوشش میکنن که خود تبرع کنن و یا ای که ملامتی را سر دیگر را پرتن و یا از نظر کمبودی ها و ضعف سیاسی و نظامی و یا استخباراتی این مسائل مورد بررسی و تحقیق و پژوهش و تحلیل قرار بدن. از نظر دین، از زوایای دینی و یا از دیدگاه قرآن به این مسائل کم پرداخته میشه و یا هیچ پرداخته نمیشه، و حالا که ما مسلمان هستیم، ما معتقد هستیم، ما پیرو قرآن هستیم که در این همه فعل و انفعالات در اینجا مسائل خدایی و یا مسائل معنوی مطرح است. این دنیای ما دنیای جزء کائنات است و این کائنات از خود خالق داره، پادشاه داره، و او پادشاه میگه که این همه به ید بلاکیف حضرت خدای متعال است. پس خداوند متعال این تغییرات و تحولات چطور روا داشته و ملت ما و علت و عوامل زی چی بوده، ای را باید ما یک کما که تحلیل و تجزیه بکنیم و در این بود دینی از این مسئله هم باید ما شما توجه عمیق به خرج بدیم. از نظر دین خدای متعال ما انسانها را به اصلاح دعوت کرده و اصلاح یک واژه عکس فساد است و از فساد منع کرده ولا تفسدوا فی الارض، و انسان ها را اصلاح دعوت کرده خدای متعال، و خداوند متعال از ظلم و از خودگذری ما انسان ها را منع فرموده است. بله. و به عدالت خدای پاک ما را خوانده و امر فرموده، اعدل وقصتو ان الله يحب المقسطين. این درس عدالت به ما میده قرآن حمید خداوند متعال، و از فساد منع میکنه و از ظلم، از تجاوز به حقوق دیگران که خدای متعال میفرمایه که که ان الله لا يحب معتدین، کسایی که از حد، از حد میگذرن. دیگه از حد گذری، از ظلم، از فساد دو نظام گذشته و از او حکومت، ما شما یکی ما هم ایتون نیستیم که آگاهی نداریم و او مثل آفتاب برای خود افغانا و برای جهانیا او روشن است. تو وقتی فساد در یک جامعه اوج میگیره خلاف امر الله که ولا تفسدو، شما فساد نکنین، ظلم نکنین و از حد گذری نکنین، حقوق دیگران را تلف نکنین، و وقتی این چیزا در یک جامعه میایه پدیدار میشه و به شکل بسیار وسیش و به شکل بسیار افراطیش او در او جامعه موجود می باشه، پس خدای متعال چی میکنه؟ ای با این مردم چگونه معامله میکنه؟ چنانچه خدای پاک می فرمایه که ان الله لا يحب الفساد، خداوند فساد دوست نداره. و ای حال می پردازیم به یک عامل از ای که ظلم و فساد در نظام گذشته به اوج رسیده بود، خدای متعال چی می فرمایه در این مورد؟ بسم الله الرحمن الرحیم در
سوره مبارکه البقره است، آیه 251. خداوند متعال می فرماید که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. خداوند میگه اگر الله گروه از انسان ها را با یک طبقه و یا گروه دیگه از انسان ها دفع نکنه، زمین فاسد میشه. بله. خب برای جلوگیری از فساد، خدای متعال یک کسی را پیدا میکنه، یک گروه را پیدا میکنه که یک گروه دیگر را دفع بکنه. اشخاص ظالمین به ظالمین. بله، عین مفهوم است. و ایر باز خدای متعال در یه آیه مبارکه می فرماید ولکن الله لذو فضل علی العالمین، یعنی ما از فضل خداوند دارد. بشک خداوند از روی فضل خود برای جلوگیری از ظلم و فساد و ای کار انجام میده که دفع میکنه یک طبقه از مردم با یک طبقه دیگر. ای آیه قرآن عظیم و شان 100% در افغانستان تطبیق شد. یک کسی را که هیچ کس توقع نداشت و اونا آمدن و این نظام فاسد با کلاپس و با فروپاشی مواجه و اونا را دفع کرد. خب یکی مسئله که گفتیم ظلم بود و فساد بود. ظلم شما میدانید که در این حکومت به کجا رسیده بود. بله. رشوه ستانی به کجا رسیده بود، غصب جایداد مردم به کجا رسیده بود، حق مردم به مردم داده نمی شد. یک کسی که در محکمه و در یک دفتر و در یک اداره دولتی می رفت باید پول می پرداخت که حق خود می گرفت. بله. این ظلم بر سر مردم. و در این سمه براتون بگیم در یک جامعه که ظلم و فساد می باشد، تنها نباید ما انگشت انتقاد به زمامداران و یا دولت مردان متوجه بسازیم. در او فساد و در ظلم مردم هم اشتراک دارن و یا حصه دارن. بله. چرا خدای متعال مردم به قیام و به جهد و مبارزه علیه فساد و بیعدالتی خوانده در قرآن عظیم و شان؟ بله. وقتی مردم ای قیام نمیکنه، ای جهد در مقابل فساد و مفسدین نمیکنه، در ای هم در ای گناه اونا هم شامل میشه. چنانچه حضرت سید جمال الدین افغانی رحمت الله تعالی علیه می فرماید که ما با مو پیمانه که ظالم بد میبینم، با مو پیمانه مظلومی را که در مقابل ظالم قیام نمیکنه بد میبینم. یعنی در اون ظلم هر دوی از اینا شامل هستند. مظلوم چرا ظلم ظالم قبول نمیکنه؟ قبول میکنه، در مقابل دوستات نمیشه، مبارزه نمیکنه، آواز بلند نمیکنه و متحد نمیشن با هم، دست به دست نمیتن و خود از ظلم ظالم خلاص نمیکنن، شریک ظلم هستن. خب در اینجا ملامتی ما به ملت هم میره، تنها با ملامت کردن زماندارا درست است، ملامتی از اونا زیاد است، به خاطر ازی که زماندار هستند، مسئولیت دارند که به مردم عدالت بتن، به مردم امنیت بتن، به مردم پیشرفت بتن، در جامعه اصلاح بیارن، فساد از بین ببرن. ملامتی اول متوجه از اونا است و بعدا گناه مردم هم است که او را قبول میکنن و یعنی به ظلم تن میدن. مردم حتی با اونا همکاری کردن و تا امروز زمانداره فاسد و کسی بابا خطاب میکنن و او دفاع میکنن، هنوز هم با دیده درایی دفاع میکنن. بله بله، او دزدان سر چوکی را اینا پشتیبانی میکنن و امیال القاب عجیب و غریب میتن و بنام مارشال و بنام فاتح و بنام مجاهد و بنام یک دیگه چیز اونا را ترغیب و تشویق و به اصطلاح همکاری و معاونت میکنند در راه فساد و در راه دزدی و در راه غدر و خیانت.
دیگه با وضوح دیده میشه اگر شما در شبکات اجتماعی رفتین توان مطالعه کردین که اون ببینین که یک تعداد حامی یک جنرال و مارشال میشه، یک تعداد حامی فلانه استاد میشه، یک تعداد حامی فلانه قماندان میشه، یک تعداد حامی فلانه عامر صاحب میشه، یک تعداد یک لقب میده، یک تعداد دیگه لقب. این ملامتی به مردم هم میرن که اونا را میکنن، یاری میکنن در راه فساد، در راه ظلم، در راه غدر و خیانت، و از این خداوند پرسان میکنن و مورد محاسبه قرار میگیرن حتما. خب این دیگه بسیار یک بحث کلان است که اگر ما ظلم از اینا را که چی غصب کردن اموال و دارایی دولتی و از مردم، این یک بحث بسیار کلان است، وقت ما را میگیره. مردم همه ما با این آشنا هستند، با این حقایق و از این مسائل اونا آگاهی دارن. ببخشین امیجه، یک تبصری بسیار کوچک من میکنم با تایید نظریات شما. روایت بسیار معروف است که حضرت پیغمبر گفت که در روز قیامت ظالم مظلوم هر دوش در دوزخ میره. با صحابه پرسان کردن یا رسول الله، ظالم خو میره به خاطر که ظلم کردم، مظلوم چرا میره؟ گفت مظلوم به خاطر که چرا به ظلم تن داده. گپ شما فرموده، شما چرا مقاومت نکرده، چرا قیام نکرده. دیگه این واقعیت است که ملت در این فجایع در حد دخیل هستند، به خاطر از اینکه امو ملت گوسفندی هستند، هرچی امو ظلم ترکی تن دادن، به ظلم حفیظ لامین تن دادن، به ظلم کارمل تن دادن، نجیب تن دادن، بالاخره به ظلم احزاب تنظیمی که سر قدرت آمدن تن دادن، به ظلم طالبا، به ظلم دموکراسی، به ظلم همه چیز، و عالم به ظلم آخر نتیجه ظلم کجا میشه. دیگه امیدوار هستم که به حساب ما ملت که جز از اونا هستیم بیدار شویم. از این بفرمایید، ادامه بدیم. بستانه بله. و دیگه ای که یک رمز دیگه که چرا این مردم به این شکل با این سرنوشت مواجه شدن، این دولت مدارا یا زماندارای افغانستان، اینا اکثرا اینطور فکر میکردن که گرفت از جانب خدا نمیایه و اتکا کردن بر قوای ناتو و اتکا کردن که امریکایا ایجاز ما را حفاظت میکنن، از سرمایه ما حفاظت میشه و ما در هماهنگی و به اصطلاح در همکاری و در دوستی با امریکایی ها و با قوای خارجی در افغانستان انشالله مسئول هستیم و چیز گپ نمیشه. خدای متعال می فرماده دی مورد، شما چون از ما پرسیدین که از دیدگاه دین و از دیدگاه قرآن این مسائل ما شما بررسی بکنیم، خدای متعال در عیسی می فرمایه که مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، کسایی که بدون از خداوند کسای دیگه را دوست می گیرن. دوست گرفتن به این معنا که اتکا میکنن بر اونا و مرجع اتکای خود بدون خدا کسی دیگه را میگیرن. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت، اینا را خدای پاک به عنکبوت تشبیه کرده، ای کسایی که بدون از خدا با کسای دیگه و یا به غیر از خدا یا به مال خود یا به دارایی خود یا به صلاح خود که در دست دارن یا به مو کسای مسلح که دور و پیش از اینا هستن، اینا با اونا اتکا داشتن، این کلش در چیزای میاید که خدا است. اتکا و توکل به غیر از خدا، که مثل العنکبوت، اینا مثل عنکبوت وارده، اتخذت بیتن، که عنکبوتی که برای خود خانه می سازه و خانه ساخته است. و خدای متعال می فرمایه که ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سسترین خانه ها امی خانه عنکبوت است. و این مسائل ما پیشتر هم گفتیم در امو ویدیو کلپ هایی که ما تشریح کردیم، ساختیم، نشر کردیم در شبکه های اجتماعی، این مسئله را گفتیم که وقتی عنکبوت وقتی برای خود جال میبافه، ای تو فکر میکنه که جال بسیار محکم است و دیگه ما دی مسئول هستم. بله. ای جال علاوه از ای که برای خود یک جای مسئول میسازه که ما در اینجا
یک زندگی آرام دارم و در پولوی ازی ایجال برای ازی یک منبع اقتصادی هم است. چرا دیگه حشرات مثل پشه یا مگس که میاد در او بند میمانه و عنکبوت میره او را میخوره، برایش یک ذریعه معیشت هم است و ای بسیار در اینجا خوش است که ما این جال بافته و زحمت کنیم. اما خبر نداره که اگر یک شمال کمک شدید بیایه ای جال از بین میبره و یک پف قوی شوه ای جال از بین میره و ما دیدیم این پف قوی که آمد به نام طالب بود یا برای هر کسی را که خداوند ذریعه و وسیله ساخت، ما میبینیم که اون امو جال عنکبوت از هم گسلید و از بین رفت و تخریب شد و این مردم رو میبینیم که مال و آل هم رفت، افراد مسلحشان هم رفت، سلا و ایگپا هم رفت، وزارت دفاع نخورد، وزارت داخل هم به درد نخورد، همه چیز بیچارا به یک حالت بسیار امودو از این وطن رفتن و پشتکار خود و فرار به قرار ترجیح دادن. این میگه ای آیه مبارکه مصداق میگه پاس که کسایی که اون توکل داشتن که ما را امریکا حفاظت میکنه و یا ناتو حفاظت میکنه یا ما را سلاح حفاظت میکنه یا پول و سرمایه ما میلیون ها دلار را که ما غدر کردیم، خیانت کردیم، غصب کردیم از حقوق ملت و یتیم و بیوه و بیچاره، انشالله ما مطمئن هستیم که ما را حفاظت میکنه. دیدیم که حفاظت نکرده. این مصداق ای آیه کریمه مبارکه است که ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، اوهن بودن سست بودن ای جال به اثبات رسید که هیچ نه امریکایی دردشان دوا کرد و نه هم ناتو و نه هم سرمایه و اسلحه و افراد جنگیشان. خب به هر حالت ایره ما در عنوان ظلم و فسادی که اینا کردن مطالعه کردیم. دیگه مسئله را میگیم جناب پروفسور بدمی، یک لحظه شما با تایید صحبت های شما میخوایم امی مسئله جال عنکبوت که شما گفتین یا خانه جولورک ما میگیم که چقدر سست و بی‌بنیاد است. واقعا یک پف ای از بین میره. اشرف غنی در مصاحبه آخر خود که در تاریخ 29 دسامبر مثلا با بی بی سی انجام داده امی حرف میزنه. بله. که میگه که اشتباه من اعتماد به امریکا و شرکای بنگلی بود. بله. یعنی فکر کنید اونمو که شما گفتین غیر خدا به مقاصد دنیایی و یا قدرت‌های بیرونی اینا اتکا میکنن و از امو خاطر به حساب اینا امطور به آسانی و سهولت از بین میرن، مثل که جال عنکبوت شما یک خاشه بسیار نازکه که برش پیش کنین از بین میره. بله. در صورتی که خود عنکبوت برای خود تو فکر میکنه که نه تنها این مرا محافظت میکنه بلکه وسیله شکار دیگه حشرات هم میشه که برای من منبع تغذیه میباشه. بله. و واقعا اینا اتکای بیش از حد به قدرت های اجنبی کرده بودن و مجرده که اونا برآمدن اینا حداقل یک هفته هم مقاومت کردن نتونستن. واقعا مسئله یک مثال بسیار خوب و با جای شما دادن که او میگه ما اشتباه کردیم که سر امریکایی و یا سر قوای خارجی یا ای را باید اشتباه نگویه. ای خب یک اشتباه میگه و بخاطر خدا براعت میده جرم خدا کم. مگم ای را ما میگم که بخبری تو از قرآن است. بله. این اما برش میگم که دوری تو از اسلام و از اساسات دین است. این اما میگم کور بودن تو از امو نوری که در قرآن موجود است و او هدایاتی که خدای پاک برای تو گفته که تو مرجع اتکایت غیر از خدا نکن، سر خدا باش. و این اشتباه نبوده، این غلطی است، این گمراهی است، این جرم است، این بدینی است، این گمراهی است، ای انحراف از راه معنویت و از راه خدا و از راه هدایت قرآن است. ای اشتباه نیست، ای بسیار سنگین است و ای خوب شد که خودت نتیجه شدیدی و عملا برات ثابت شد. امیدوار استم از این عبرت بگیره و پس بیایه با ایمان، با اسلام، با قرآن و با حقایق دین که به بهره مانده و نتیجه
تو نتونستی کنترل کنی، تو عدالت آورده نتونستی. در یک جامعه عدالت تنها به یک ادعا نمیه که ما متفکر دوم جهان هستم، یا تنها به این نمیه که ما یک فاکولته خواندیم، یک دیگری خواندیم. برای آوردن عدالت، عدالت یک اصل معنوی است. برای آوردن عدالت و یا برای یک زمامدار عادل شدن، ایمان بکار است، دانش دین بکار است و پیروی از هدایات و اساسات دین ضرورت است که تو یک زمامدار عادل شوی. یک دولت معنوی است، یک زمامداری که عادل می باشه، و تو از این به بهره بودی و عدالت تأمین کرده نتونستی. اما در ساختن یک تیم رهبری و زمامداری در افغانستان، هم در مسائل حکومتداری و هم در مسائل، ببینیم مردم های بسیار بکفایت آوردی و ای خودشان تخطی از این اصل قرآن بود که و انت ادل امانات الى اهلها، انت ادل امانات الى اهلها. خداوند میگه امانات به اهلش بسپاره. تو مردم این امانات برای مردم نااهل سپرده بودی، اعتراف کردی اون وزیر دفاع تو نااهل بود، که و وزیر داخلی تو نااهل بود، استخبارات تو نااهل بود، تو مطلق بی خبر بودی، از هیچ چیز خبر نداشتی. تو گفتی من خبر نداشتم که من خارج میرفتم، من میخواستم دوست برم. وای به این بی خبری، وای به این تاریک بینی، وای به این بی سوادی، وای به این غفلت، جهالت، به این جهالت که خودش اعتراف میکنه که من زماندار خوب نبودم. وقتی که رابطه با کابینه با مردم و مشاور اشرف غنی میگه که در پارلمان کلشان رابطه داشتن با طالبا، اعضای پارلمان، خب عالی، خودشان غیر مستقیم خود تخریب میکنن، خود دو میزن که ما امیر اهلیت جمع کردن مردمه، که یک لیدر یکی از مهمترین وظیفهش امی ساختن مردم، الهام بخشی مردم و مردم متحد ساختن است. وقتی مردم با تو متحد نیست، وزیر دفاعت با تو متحد نیست و از رازت و از برنامه تو خبر نداره، پارلمان تو کیو؟ پارلمان تقلبی مفسد و تقلبی را که در نتیجه انتخابات تقلبی و رشوت و دغا و دغل و هزاران مکر و هیله و کیک به وجود آمده بود، که او پارلمان را که خودت مشروعیت بخشیدی و او را افتتاح کردی، که اونا مردم باید جایشان زندان می بود، چرا رشوت دارده بودن، در انتخابات تقلب کردن، حق تلفی کردن، کاندیدایی که اونا رای داشتن، رای پاک و رشوت نداده بودن و مردم با پول تطمیع نکرده بودن و روی یک انگیزه آمدن که امی یک آواز ملت بالا کنن در مقابل فساد و بیعدالتی، اونا را شما کشیدین از صف. و مردم های که البته کلشان عام نمیگیم، در بینشان مردم های خوب هم شاید بوده، اما تا جایی که ما خبر داریم و من شخصا خودم در جریان بودم، اکثریت کسایی بودیم شاهد عینی هستیم، به اساس رای مردم نه، به اساس یک مبارزه مشروع نه، بلکه به اساس تقلب و به اساس دادن پول به کمیسیون انتخابات، که اون کمیسیون انتخابات باز زندانی ساختن که بسیار بیکفایتی از خود نشان داد، بسیار فساد کردن، بسیار رشوت خوردن و وقتی اونا را مجرم میشناسن و عمل دواره که جرم است بزور مشروعیت میتن. این نتیجه بدبختی زماندار قبلی به نام اشرف غنی بود که خود نشان داد که شخصی بسیار بیکفایت، شخصی بود که سزاواری چوکی و کرسی نبود. و کسایی که امروز از او دفاع میکنن، کوشش دارن که او را برعت بتن، اونا هم پیش خدا جواب خواهدن که با وجود این شواهد بسیار برجسته تاریخی و مشهود، اینا با هم میپردازن که از او دفاع کنن و او را به نوع از انواع برعت بتن، اینا شریک جرم میان. خب این مسئله را سرش زیاد نمی پیچیم که سر فساد و ظلم و بیکفایتی زماندارا و عدم دانششان از حقایق دین
و به بهرگیشون از نور هدایت قرآن این حالت بر سر ملت آمد. میایم مسئله دیگه میایم که عنصر دیگه که دین به او اشاره داره، قرآن عظیم و شان از بین بردن اختلافات از جامعه. بله، خدای متعال بسیار صریحا به صیغه امر فرمودن که ولا تفرقوا، متفرق نشید. تفرقه و تعصبات و دوری از اینا در جریان انتخابات هم ما دیدیم که باز دو تیم جور شد و باز دو تیم به نام حکومت وحدت ملی جور کردن که در مفهوم توهین به وحدت بود. و این 5 سال اینا در منازعه، 5 سال در منازعه، در کشوگیر، در رقابت منفی بر سر پوزیشن های حکومتی اینا گذشتاندن. در این 5 سال ها سرمایه افغانستان فرار کرد از دشمنی از اینا، از تفرق و از بگو نگوی از اینا، از امتیاز طلبی از اینا. اینا در اختلافات و تفرقه می و ای را خدای متعال منع فرموده. ای آیه مبارکه را من برای شما تلاوت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال باز هم امر میکنه که ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا. بله. نباشین از مردمی که شما اونا تفرقه انگیزی میکنن و اختلاف میکنن. ببینین خداوند متعال امر فرموده که ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. بعد از این که برای شما دلایل روشن می آید، دلایل روشن هدایت، دلایل روشن خوبی های که در وحدت و همزیستی مسالمت آمیز موجود است، با وجود از این نشانه ها و بینات و دلایل روشن باز هم شما به اختلاف و تفرقه می پردازین به خاطر نفس پرستی، به خاطر امتیازات مادی، به خاطر نام و شهرت و عزت دنیا. خدای متعال می فرماید اولئک لهم عذاب عظیم. اینا مردمی هستند که بسیار عذاب بزرگ بر سر از اینا آمده، کسایی که تفرقه میکنن و یا اختلاف در بین خود اینا میورزن. اختلاف ورزی و تفرقه و تفرقه اندازی انجام و یک روشتی بسیار خراب در قبال خود داره. خدای متعال می فرماید که اولئک لهم عذاب عظیم. بله. آیه مبارکه است. اختلاف سرحدش خود دیدین که شما با کجا بود در حکومت قبلی. اونا اتحاد متحد قلب ابدا نبودن. اونا دست به دست هم ابدا ندادن. درست است برای فریب مردم بعضی وقت با هم یک جای می شدن، دست می دادن و بغل کشی می کردن و اظهار الفت و همدلی می کردن، مگم او دروغ محض بود، او قلبی نبود. خدای متعال می فرماید که اینا جسدهای از اینا با هم جمع است و قلوبشان متشتت است. اینا بیرفتن بودن برای فریب مردم با هم یک جای میکردن که ما حکومت وحدت ملی ساختیم، اما بله در معنا اینا دشمنان یکی دیگه بودن، یکی دیگر را تخریب میکردن. عناصر دو نظام وجود داشت که هم از اون نظام امتیازات میگرفتن و هم نظام تخریب میکردن. یعنی منافقت و کذب و دروغ و ماده پرستی و دشمنی و اختلافات و تفرقه به اوج خود رسیده بود. ای و ای تخطی و به اصطلاح انحراف از این امر خداوند بود که ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات و اولئك لهم عذاب عظیم. ای هم سوره مبارکه آل عمران است آیه 105.
و حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم بر امت خود گفته، اگرچه در این حدیث مبارک خطاب به اهل شام است یا اهل شام فرموده، اما این بر همه امت است، فرموداتشان توصیهشان که می فرمایند که الجماعت رحمت بله والفرق عذاب. بشک بشک الجماعة رحمة والفرق عذاب. بله ای تفرقه شما رو به یک عذاب میبره. بله اگر بله با هم جمع باشین، متفق باشین، دست به دست بله هم بتین و در یک فضای مسالمت آمیز روشنی اساسات منور قرآن با هم پیش برین، ای وطن به ای ابتذال، به ای فجاعه و به این حالتی که امروز میبینیم مصاب نمیشد. خب این نتیجه امو اختلافات است که ما آل نمیریم در این اختلافات که چقدر دیرینه است در افغانستان، به نام اختلافات مذهبی، اختلافات قومی، اختلافات سمتی و یک تعداد افراد و اشخاص بخبر که بسیار تأسف است. هنوز هم از این صحنه ها هیچ عبرت نگرفتم. ببینید بله. او آدم دانشمند است و امیال هم ببینید در سخنانشان، در گپایشان سمت پرستی است. بله. شمال میگه، جنوب میگه، نام یک ولایت مشخص میگه. در امی خو این مرض است دیگه. وقتی امراض قلبی معنوی فی قلوب هم مرضون باشه، او آدم مریض اونمو حالات مریضی را به اصطلاح تمثیل میکنه. این مرض است، این تکلیف است. بسیار ببینین که ظاهرا آدم دانشمند است، اما هنوز هم بوی تعصب، بوی سمپرستی، بوی قومگرایی و بوی اموی اختلافات مذهب، اختلافات و تفرقه که دین در اینجا چی حکم داره، ایر من خدمت شما عرض کردم. و مسئله سیمه هم برای شما میگم که او مسائل حقوق الله و حقوق العباد است. با اجازه تان دکتر صاحب، میتونه یک فرموده جناب علامه صاحب فیضانی رو به تایید می مسئله تفرقه و اتفاق که شما گفتین یک ضرورت حیاتی است، امیر امیجه بخوانم که جای مناسب است که بین دائم بفهمن که بسیار ما دانشمندای خبیری داشتیم که حالت ها را پیش بینی کردن و گفتن. و من هم به گوش دل مشنومی فرمودات می شخصیت بزرگوار که اگر با فرمودات زنا عمل می شد، زماندارای افغانستان، حال افغانستان امروزی تر نمی بود. بفرمایید. جناب علامه صاحب، رساله وظیفه علما و مشایخ در برابر دین چیست؟ میگن که وجود اتفاق بر هر به هر عصر و زمان تأثیر به سزای داشته و دارد، خصوصا به وقت ما که از هر طرف شیرازه دین پاشیده و اعدای دین به انواع حیل از وسایط گوناگون تخریب عالم اسلام به پیمانه وسیع مسایل خستگی ناپذیر را در پیش گرفته و در نتیجه پیشرفتشان را در این باره به همه ممالک و نواحی، خصوصا مملکت عزیز ما افغانستان، به چشم سر همگان در همه جا، خصوصا به قانون رسمی معرفت و مکاتب و بالاتر از آن در دوائر دولتی میبینند. بله بله، میبینند حقا. که واقعا میگن که اینا وجود اینمی دست های شومه که پشت پرده تفرقه را دامن میزنه و چه قسمه که شما تشریح کردن، یک جنا آل روز علا بلا در گردن ملا شده، همه چیز ما با گردن حساب اشرف غنی میپرتیم. مگر تشکر میکنم از شما که امو دسیسه هایی را که تفرقه در بین ملت به نام مذهب، به نام تعصب زبانی، به نام قوم، به نام انواع مختلف تفرقه ها و دولت دوگانه در افغانستان در جریان بود و اینمی تفرقه ها سبب اینمی بدبختی و نفاق شد. دیگه شما تشکر میکنم. این را شما به صحبتتان عامل سوم هم تشریح کنین که ما بشنویم. من فقط خواستم که امی مطلب که جناب علامه صاحب در مورد اتفاق و ضرورت اتفاق گفتن، امیر اینجا بیان حق گفتن، درست گفتن. ای کاش بری عمل میشد و خدا توفیق بده که عمل بکنه. ما افغان ها با فرمودات این شخصیت های بزرگ دینی و مفکرین اسلام و رهبران سالم و صالح سیاسی جامعه ما، پیش از این که سر از این بخش دیگه انقراض و فروپاشی از این نظام بیاییم،
و این حالاتی که در وطن آمده، از نظر دین یک گپ خودم میخوایم یک کمک وارد توضیح بکنم و تصریح بکنم که اتکا به خارجی ها بود. بله، اتکا ای به این معنا نیست که ما با خارجی ها مراودات نداشته باشیم، این معنای زیر نداره. بله، خارجی ها امروز جهان بسیار خرد شده، بله. ما را دین مبارک اسلام با مراوده، با حسن خلق با مردم جهان، خوا کافر باشه خوا مسلمان باشه، دعوت کرده قرآن عظیم و شان، و برای ما به عنوان یا به حکم و قولوا للناس حسنا، با مردم رویه و سخن نیک داشته باشین، روش صادقانه و صالحانه داشته باشین، ناس گفته، مردم دنیا گفته، دین ما. و این مراودات با خارجی ها ما شما در صنف انسانیت، ما شما خواهر و برادر هستیم، اولاد آدم و حوا هستیم، و وقتی که ما مراوده نداشته باشیم با خارجی ها، تماس نداشته باشیم، ما چطور میتونیم عقاید خود برای زنو انتقال بکنیم؟ چطور میتونیم دعوت بدیم؟ چطور میتونیم از اسلام نمایندگی و سفارت بکنیم؟ پس مراودات بهتر. حضرت پیغمبر خدا در مدینه مبارک با قبایل یهود مراودات داشتند، بسیار زندگی مسالمت آمیز داشتن با اونا. حضرات صحابه هم از مهاجر و انصار در کارخانه های از اونا کار میکردن، از اونا مزد گرفتن، با اونا در تماس بودن، با اونا در یک روابط نیک و حسنه قرار داشتن. ما با جهان روابط حسنه، ای به این معنا نیست. ما هدفم در اونجا ای است که مرجع اتکا و توکل اونا نباشن، بله. اتکا و توکل تنها الله پاک باشه که او لایزال است. خارجی ها خودشان مثل ما وره مخلوق هستن، مخلوق فانی است، مخلوق عاجز است، مخلوق ناتوان میشه. اون دیدی ناتوانی شانه که از افغانستان رفتن، چی رقم رفتن، ما دیدیم یک ناتوانی شانه و عدم اقتدار شانه سر، اما امور به نمایش گذاشت. به این خاطر اونا شایستگی زیرا ندارن که آدم سرشان یک توکل و یا اتکای همه جانبه داشته باشه، و مثل ما وره بشر هستن. اما مراودات ما باید کتی زنا باشه، مراودات بشری، مراودات انسانی ما با هم باید داشته باشیم. اونا حقوق سر ما داره، ما حقوق سر زنا داریم که باید حقوق خود رعایت بکنیم. خب میاییم سر از این مسئله که حقوق الله و حقوق العباد، بله، دو مسئله است که در شریعت اسلام و در اساسات قرآن عظیم و شان به این بسیار تاکید شده. بله. وقتی مردم زماندار یا سرمایه‌دار حقوق الله را نمی پردازن، حقوق الله یعنی زکات نمیدن از سرمایه‌شون، زرندوزی میکنن و در او حقوق الله را فراموش میکنن، او سرمایه را خداوند متعال میگیر از پیششون. بله. مثل یک در سطح نظام چپی در افغانستان به نام تقسیم اراضی آمد، هایشان گرفته شد و خودشان حتی خانه و کل چیزشان ماند و رفتن مهاجر شدن برای یک جایی، گرفته الله بود، توسط یک کسی میگیره. و این حقوق الله در افغانستان چقدر تلف شده بود؟ بله، هیچ کس حق مسکین و غریب از زکات نمیداد. او حقوق العباد است. خب وقتی که ما میدیدیم که برای حق مردم داده نمیشه و علاوه از او گرفته میشه، یا زمینش غصب میشه، یا خانهش غصب میشه، یا از پیشش رشوت گرفته میشه، از خودش خود داده نمیشه بلکه از پیشش گرفته هم میشه، خود چنین صورت شما چی فکر، نظام باید بقا پیدا بکنه؟ پشت یک نظامی که قهر و غیظ و دعای بد مردم باشه، از ظلم بسیار زیاد، از رشوت ستانی بسیار زیاد، از غصب و خیانت و غدر بسیار زیاد، و حقوق الله در اوجه تلف شود، این نظام باید از بین نره؟ دقیقا
و اون مردم که برای گرفتن حق خود قیام نکردن، اونا در امی فجایع میایند، بالاخره دردش میکشند، زجرش میکشند، زحمتش میکشند. این جوانای ما که اکثرا آمدن در اون نظام از این نظام دفاع میکردن، امروز در یک حسرت قرار دارند، سرنوشت هستند، در یک تشویش و در یک استراب بسر میبرند. و یه همه صحنه های است که ما باید بسیار به شکل بسیار جدی از این عبرت بگیریم، از این بیاموزیم. و اگر نیاموزیم، یک گروه ظالم میره، یک گروه ظالم دیگه میآید. ظلم به یک شیوه دیگه است، از تو حق تعلیم میگیره، از تو برادر حق آزادی تا میگیره، آزادی بیان است پیش برای تو شخصیت قائل نمیشه، سیاست تو را لطکوب میکنه، اذیت و آزار میکنه، مادر تو را، مادر تا، خواهر تا، برای حقوق اجتماعیش از پیشش میگیره. ای به شکل از اشکال یک ظالم میره، ظالم دیگه میاره، تا ای که ملت متحد شوه، تفرقه، از اختلاف دست بردار شوه، امراض تعصب دینی و مذهبی و سمتی و امیال. هم یک دوست ما در فیسبوک یک چیز را نشر کرده، گفته که شمال از خود رهبر داره. و ما برش نوشته کردم برادر عزیز، ملت شمال و جنوب نداره، کشور داره، کشور شمال و جنوب داره، ملت شمال و جنوب نداره، ملت واحد است. و بی باد از همه قدر مسائل ای باز هم اونو امو مسائل دامن میزنه، مسئله تقسیم ملت، مسئله تجزیه ملت و تضعیف کردن، یک کمپین داره برای تضعیف کردن ملت. ای وزه دیگه برای اجتماع، برای وحدت و برای اتحاد کار بکنن، برای اختلاف و تفرقه دامن میزنن. مردم های بسیار دانشمند که جای بسیار افسوس است، وای برای این علم و وای برای این دانش که اونا کلش کمبود نداشتن علم، علم دین و بهره کافی از هدایات قرآن عظیم و شان. دیگه یک تجزیه بود از نظر دین و قرآن که من خدمتتان عرض کردم، و ای به مساوی یک مشت نمونه خروار. اما بسیار مطالب دیگه است، آیات های دیگه است، احادیث دیگه است که ما را از فساد و ظلم منع میکنه، از اختلافات منع میکنه و از رعایت حقوق الله و حقوق مردم. و وقتی در یک جامعه تخطی صورت میگیره از یا او جامعه به طرف قهقرا میره، مظلوم واقع میشه، در بدر میشه، در زجر و زحمت میره. خدا همه ما را حفاظت بکنه. و رای نجات پیوستن به الله هست، بر اسمان الله. ولا تفرقوا و واعتصموا به حبل جمیعا، به طرف توجه، به طرف معنویت و به طرف هدایات دین است. این ما را نجات میده. دیدین پول ها ما را نجات نداد، سیل از پولهای خارجی در افغانستان آمد. ببینین تانکا و قوتهای نظامی مجهز با بهترین و مدرنترین تکنولوژی جنگی آمد در افغانستان، مردم افغانستان روی امنیت ندیدن. و این چیزها برای ما نشان داد که این بیسلس است، اساس نداره که به اینا اتکا بکنیم. و تنها باید اتکای ما، توکل ما به خدای متعال باشه و به مت و بازوی خود ما، و با هم برادروار در یک فضای اتحاد و اتفاق و تقوا و ترس از حساب و کتاب روز جزا میتونه حلال مشکلات ما باشه به شکل اساسی. خدا به همه ما توفیق عنایت بفرمایه. یک مرتبه دیگه هم تشکر از شما که به ما فرصت دادین تا می عرایز خودم و برداشت خدا که من از این حالات داشتم، از بود معنا یا از بود روحانیت یا از بود قرآن، او را با هموطنهای عزیز خود او را در میان گذاشتم.
خداوند زحمات همه عزیزا را که در راستای سازندگی و رشد و انکشاف فکری و تنویرگری مبارزه میکنن و کار میکنن به دربار خود قبول بسازه و این ملت عزیز ما را از این رنج و از این حاکمای ظالم، جاهل، نادان، متعصب، ماده پرست و قدرت پرست و طالب عزت دنیا به خیر نجات بفرمایه و یک نظام صالح خدمتگار در افغانستان حاکم بفرمایه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. مهربانی کنید. جهان سپاس جناب دکتر صاحب، واقعا بسیار زیبا تحلیل کرده این از نگاه دینی اما سه نقطه اساسی را که سبب این بدبختی ها و این بی‌سرنوشتی های ملت بیچاره و مظلوم و فقیر و بینوای ما گردن بسیار مقبول تشریح کردن. ای کاش فرصت زیادتر می بود که بیشتر از شما می شنیدیم. واقعا و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اتفاق اولین زامن سعادت و خوشبختی ما است که اگر ما بخواهیم تغییر به نفس های خود بیاریم واقعا تغییر خداوند متعال در سرنوشت ما هم میاره. خداوند به ما توفیق عنایت بفرماید. جهان سپاس، واقعا ما لذت بردم، زیاد استفاده کردم و به این شکل ما زبان هیچ کس نشنیده بودم، یعنی به این شکل قرآنی که شما علت بدبختی ها را که از به اساس آیه قرآن و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله که از خانه عنکبوت گرفته که وابستگی زعمای سرقدرت به نیروهای اجنبی و به حساب فکر کردن که برای عبدالعبد اینا در قدرت میمانند و همیشه اونا در پشت سرشان است، این یکی خوابی بود و خیالی بود که واقعا خانه عنکبوتی از یا به حساب حتی به خود رهبرای طالبان و پاکستان و امریکا شاکرنده بود که چه قسم زود این خانه ویران شد و خون 84,000 سرباز و افسر پلیس ملی افغانستان برباد رفت و به هزارها خانواده شهید که امروز از امو طریق خون امو شهید وساب امرار معیشت میکردن امروز بی سبب شدن، به هزارها سرباز دیگه که امیال راپورانشان میده که در افغانستان امیال وساب خائنانه و جبونانه به شکل مرموز اینا کشته میشن یا شکنجه میشن، یعنی در حقیقت جفای بسیار بزرگ، خیانت بزرگ را دار دسته غنی و کسایی که از این قدرت استفاده کردن و بهره بردن و در حق ملت بینوا و مستضعف ما که کور شدن از دودشان وگر نخوردن از آش قدرت مدارای سیاسی به حساب رسانیدن. از شما بسیار سپاسگزار هستم که در این آغازین سال به حساب روز آغازین سال 2022 واقعا از دیدگاه قرآن رهنمودهای بسیار خوبی را برای ما توضیح دادین و خداوند انشالله که دولت اتفاق اتحاد با ما نصیب بکنه و می فرموده شما که ملت شمال و جنوب نداره، افغانستان یا کشورها شمال و جنوب و شرق و غرب داره، مگر ملت ها هیچ وقت شمال و جنوب و شرق و غرب ندارن، بلکه ملت واحد است و تا وقتی که ما واحد باشیم، تا وقتی که ما به منافع ملی و در تحت زعامت سالم دینی و معنوی حرکت نکنیم هیچ وقت بساب زامن خوشبختی و پیشرفت نخواهد بودیم. از وقت گذاری شما و از اینکه دعوت مرا پذیرفتین و در برنامه آمدین جهان سپاس میکنم جناب دکتر صاحب و بر شما آرزوی موفقیت دارم. برای هموطنهای عزیز ما که به حساب روزهای تلخ و سخت و دشوار چی در داخل افغانستان و چی در بیرون افغانستان سپری میکنن، بر همشان التجا میکنم که امو دعای از صدق دل بکنن که اللهم انصر من نصر دین نبی و محمد صلی الله علیه وسلم، خدای ناصرین دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم را کامیاب بگردان و جعلنا من عوانه و بگردان ما را جمله عوان همکارانشان و هلاک و تباه و برباد بگردان او کسایی را که در هر لباس جامعی هستند و تیشه و ریشه اسلام میزنند و ما را نگردان از جمله ازشان و ما را بلکه بگردان وسیله هدایت و رهنماییشان. از شما سپاسگزار از وقت گذاریتان و از هموطنان عزیز ما که با بسیار دقت و علاقه‌مندی برنامه را همیشه تماشا میکنند و با فیدبک های خوب خود باعث تشویق ما بر ادامه برنامه میشن، از اونا سپاسگزار هستم. و با یک دعای دیگه حضرت علامه فیضانی بساب امی برنامه خود به اختتام میبرم که جنابشان میگه یا وهاب الملک القدوس، همه فیوزات، برکات، صفاییت، شجاعت و درایت، خلاصت کلیه کمالات ظاهری و باطنی انبیا و رسول علیه السلام و اولیای کرام و ملک و بشر و جن و غیره را برسان به ظاهر باطن ما
رهبر ما و از باطن ظاهر از اونا به ظاهر باطن ما و همه اهل بیت یاران مانان و کافه امت اسلام مسلمانان و همه معاصرین زمان ما مابعدشان تا جایی که حضرت با عنایت تو اراده فرموده همه را منور کن به نور ایمان و صفاییت اسلام و خصوصا به ظاهر باطن کسانی که در راه شیوع توحید و اعلای ترقی و اعلای حق به جان و مال و زبان به هر وقت و حال با درایت شجاعت کوشان بوده و ظهور حضرت مهدی آخر زمان و نزول ربجا خواهان و طالبان هستند خداوند برسانی به حرمت اسمائک المخزون المکنون الجلیل جل عظیم العظم که اننا مغلوب فانتصر به عزک و جلالک یا قدوس و مقدس و تجل به قبولها یا قاضی الحاجات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سال نو بر شما مبارک. هر جایی هستین شاد و خوش و خرم باشین و تا برنامه آینده و دیدار آینده در حفظ امان پروردگار باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.